با سلام و مجدد خدمت شما دوستان عزیز و زبان آموزان گرامی. خب امروز هم با یه درس دیگه در خدمتتونیم و میخوایم با هم یه درس دیگه رو و یه تمرین دیگه رو با هم دیگه پیش ببریم. خب ما چیا درس دادیم تا الان و چی داریم و چی میخوایم درس بدیم؟ توی درس گذشته من دو تا درس گذشته من هم افعال آکوزاتیو رو یادتون دادم، هم افعال داتیو، همینطور کار کردم با این جدول که چرا اینا تغییر میکنن، اینجا کامل توضیح دادم، فکر نکنم چیز دیگه مونده باشه. ضمایر شخصی رو یادتون دادم دیگه. خب امروز ما یه چی دیگه داریم. امروز میخوایم با هم دیگه افعالی رو بشناسیم که هم آکوزاتیون هم داتیو، که میتونن توی جمله هم به صورت داتیو بیان هم آکوزاتیو. خب این از این، من اینجا نوشتم چند تایشونو، آکوزاتیو اون داتیو، شخایبن، اکلرن و گیبن. کلیغن رو من درست کنم، دوتا آر گذاشتم. خب اینم از این، پس اینا رو من میذارم که بعداً بتونید ازشون بخونید و تمرین کنید. خب فعل اولمون شخایبن. شخایبن یعنی نوشتن. اول از همه بذار من یه چیزی بهتون بگم قبل اینکه درس رو شروع کنم. یه چند تایی تصویر من آماده کردم این در مورد آکوزاتیو. خب خب حالا چیه معنی این تصویر؟ چیه اینو میبینید؟ حرکتیه، چیزی که حرکت میکنه. الان میگم اینو توضیح میدم واسهتون. منظورش به افعالی که مثلا آکوزاتیو، یعنی افعال آکوزاتیوی تقریبا میشه گفت حرکتیه، یعنی حرکت توشونه. خب دیه آکوزاتیو. آکوزاتیو اصلا یعنی چی؟ آکوزاتیو یعنی حالت مفعولی، یعنی کار روش انجام میشه، فاعل مفعول. خب یعنی کار روش انجام میشه، فاعل یعنی نومیناتیو. حالا دی آکوزاتیو، خب اینو تو چیزه توی گرامر خودشون، من مثلا قسمت چهارم نگفتم به شما که مثلا چی الان اینجا نوشته قسمت چهارم، حالا ولی من معنی میکنم واسه توی قسمت چهارم فرم ها از اسم ها و ضمایر اسمش هست آکوزاتیو، یعنی حالت مفعولی. خب 90% von allen deutschen Verben brauchen ein Objekt im Akkusativ. Objekt یعنی چی؟ Objekt یعنی سوژه، یعنی سوژه، همون چیزی که ما اشاره میکنیم بهش، اومیش اوبیکت. میگه 90% از همه افعال توی آلمانی یه دونه سوژه میخوان، یعنی یه چیزی میخوان که سوژه باشن، اونو بخوان روش کار کنن، یا مثلا ما در موردش یه جمله بسازیم یا بگیم بهش، بگیم قشنگه، زشته، بزرگه، کوچیکه، چه میدونم، بخوایم اونو یه جوری بندازیم تو جمله، اون میشه سوژه. میگه نیازمند آکوزاتیون، یعنی به سوژه توی آکوزاتیو نیاز دارن. خب دی آکوزاتیو فراگن ایست ون اودا واس. خب من اینجا بهتون گفتم آکوزاتیو چی میخواد، ون یعنی چه کسی را یا واس چه چیزی را، آکوزاتیو به اینا وصله. اینا رو باید توی ذهنتون همیشه اینا رو باید یاد داشته باشین، توی ذهنتون باشه که آکوزاتیو وقتی یه جمله میگین تو شما بدونین اون آکوزاتیو یا داتیو، اینو باید یاد بگیرین، ون و واس. خب بریم سراغ بعدش. خب ون واس اودا ون. داس میچن ترینکت دن کاکائو. خب میگه دختر بچه
می نوشه کاکائو. الان جلوش سوال زده. واس چه چیزی یا ون چه کسی می نوشه ترینک داس میچن؟ مثلا میگه واس، نمیتونیم بگیم چه کسی می نوشه میچن، مثلا دختره، باید بگیم چه چیزی می نوشه دختره. اون چیزی که جواب بدیم باید اکوزاتیو باشه. الان فکر کنم فهمیده باشید. اگه گفتیم ون ترینکت دی کاکائو، اون موقع باید چیزی که جواب میدیم چیز باشه، به صورت اکوزاتیو جواب بدیم. اگه واس یا ون بخوایم جواب بدیم، یعنی سوالمون از این دوتا یکی داخلش باشه، مثلا واس باشه یا ون، باید چیزی که جواب میدیم اکوزاتیو باشه. خب ون ترینکت دی کاکائو، اینجا بهتون گفتم دی توی اکوزاتیو، دی دن. بعد داس آرتیکل دختر داسه، پس داس همون داس میشه توی اکوزاتیو. ون ترینکت دی کاکائو داس میچن. واس ترینکت داس میچن دن کاکائو. دره دیگه، آرتیکل کاکائو دره، میشه دن. اوبجکت ایم اکوزاتیو، سوژه توی اکوزاتیو. پس خیلی هم راحت، یعنی کامل اینو دیگه الان باید بفهمین چی به چیه. من اینو دیگه کامل توضیح دادم بهتون. حالا تینا تریف دی فرویندین. تینا دوست دخترش رو ملاقات میکنه. ون او دا واس چه کسی یا چه چیزی ملاقات میکنه تینا؟ نمیتونیم بگیم چه چیزی را ملاقات میکنه، باید بگیم ون یعنی چه کسی را ملاقات میکنه تینا. دی فرویندی، دی همون دی میشه توی اکوزاتیوش، تغییر نمیکنه. پس اوبجکت ایم اکوزاتیو. اینجا ایش میشه نومیناتیو، حالت فاعلی نومیناتیو. شنکن خب هم داتیو سازه هم اکوزاتیو ساز. ایش شنکه دم کیند اینن بال. ببین توی داتیو شخص همیشه، یعنی توی جمله‌ای که مثلا منظورم اینه که افعالی که هم داتیو هم اکوزاتیو، شخص توی این افعال همیشه داتیو، یعنی آره همیشه داتیو و همیشه هم اول جمله قرار میگیره. الان اینجا رو نگاه کنید، این شخصه کین. ببین ای که ببین این الان اکوزاتیو، این الان داتیو، یعنی این الان داتیو. خب این شخص که نومیناتیوه، این که مثلا من دارم یه کاری میکنم، من دارم توپو پرت میکنم، ارسال میکنم به دن کیند، دم کیند. خب دم کیند الان اینجا شد داتیو. یعنی یه جوری دیگه بهتون میگم، همیشه فاعل، بعدش همون فعل خودمون میاد، بعدش هم مفعول داتیوی یا آکوزاتیو. حالا میتونیم یه چند تایی هم قید بهش اضافه کنیم. پس همیشه فاعل، اینجوری فکر کنم راحت‌تر باشه بفهمین. فاعل یعنی کسی که کاری انجام میده، نومیناتیو میشه. شنکن بعدش فعل، شنکن فعل، یه فعل داتیو و اکوزاتیو. بعدش مفعول، کسی که کار روش انجام میشه، دمکیند. داس توی داتیو میشه داس، اینجا اینم داتیو میشه دم. بعد حالت دوم میشه اکوزاتیو. ده بال میشه اینن بال، اینن بال میشه اکوزاتیو. ده بال توی اکوزاتیو، ده این ده توی اکوزاتیو، ون چه چیزی را؟ اینن بال، یه توپی را. دوستای عزیز ببینید، الان مهمترین چیزی که میخوام الان بهتون بگم اینه که باید شما این جدول رو حفظ باشید. خب این از اکوزاتیو، پس فکر کنم کامل فهمیده باشید. بریم سراغ داتیو. خب توی داتیو چیه؟
فرم داتیف. خب دی داتیف فراگ ایست ون، سوال داتیوی است چه کسی، به چه کسی، ون به چه کسی، ون به چه کسی. سوال داتیوی همیشه است به چه کسی. Und sagt das Dativ immer für eine Person steht. و نشان دهنده اینه که داتیو همیشه برای یه شخص میاد یا میشینه، واسه یه شخص، یعنی چه کسی، همون به چه کسی را. مثال توپ این بچه، خب von wem dem Kind، این بچه اوبیکت این داتی سوژه توی، خب وم میگه این توپ مال بچه، خب از بچه، این توپ بچه، خب اینجا زده که این توپ بچه مال چه کسی؟ مال بچه دیگه، اینجا زده مال بچه، اوبیکت این داتیف، خب وم پس شد مال داتیف. دی آرتس هیلفتم پاتسینتم، وم هیلفت آرتس دم پاتسینتم، اوبیکت این داتیف، خب میگه دکتر کمک میکنه به بیمارا، به مریضاش. به چه کسی کمک میکنه دکتر؟ اینجا زده به چه کسی کمک میکنه دکتر؟ به بیماراش، اوبجکت این داتی. خب و ها اینجا دو فلست میه، خب و میشه نومیناتیو که میشه دو، فعلن میشه از دست دادم، و وم هم که داتیو میشه میه، ضمیر ایم، ضمیر. اینو توی درس بعدی بهتون میگم کامل. Der Dativ steht nach dem Verb. ببین اینجا هم میگه داتیو قرار داره بعد verb. البته اینجا فکر کنم ادامه شون نیست دیگه، ادامه شون یه چیزایی بود که نیست. دوستای عزیز پس این بود خلاصه داتیو، اینا همش این بود. من دیگه تاوتوش رو در آوردم دیگه، نمیدونم. شما باید اینا رو، فیلم ها رو چند بار ببینید تا کامل یاد بگیرید. پس منم برم چند تای جمله بسازم که این درس رو دیگه کامل کرده باشید. خب خب اول با فعل شرایبن شروع میکنیم. همینجا صفحه دوم mein Bruder، mein Bruder چی کار میکنه؟ مثلا با شرایبن میخواستیم کار کنیم. mein Bruder schreibt، چی نوشته؟ mein Bruder schreibt einen بذار اینو بکنیم der Brief. پس توی این جمله، این جمله رو میخوام کامل براتون توضیح بدم. mein Bruder schreibt der Brief. یالان خب چی می نویسه، چه چیزی را می نویسه داداش من، داداش من چه چیزی رو می نویسه؟ خب der Brief. خب الان چه چیزی گفتیم چیه؟ چه چیزی یعنی چه چیزی، ببین was، چه چیزی، اکوزاتیو، چه چیزی رو می نویسه. der Brief، این در، در بریف، میای 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 پایین میشه ماینن، بعد اینجا هم میشه اینن. پس جملمون میشه اینن 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 بریف. داداش من داره یک نامه می نویسه.
اگه نامه منو داره می نویسه میگیم meinen Brief. خب پس einen یه نامه می نویسه که اصلا ما نمی دونیم چیه. یه جمله دیگه mein Bruder schreibt mir eine SMS. خب پس اینجا شد. اینو من درستش کنم، قرمزش کنم. خب دی اس ام اس، البته اینو یادتون باشه. من بود داداشم می نویسه برای من، برای میه یعنی برای یه. اینا رو توی درس کامل توضیح میدم. من یواش یواش میرم جلو، اینجوری نیست که یه دفعه سه چهار تا قانون رو بیارم توی درس. یواش یواش میرم. فعلا این درس مخصوص اکوزاتیو و داتیو، افعالی که هم اکوزاتیو هم داتیو. خب mein Bruder schreibt mir einen SMS. داداش من یه نام برای من می نویسه یک نامه ای. دی اس ام اس. میام اینجا دی واس چه چیزی رو می نویسه؟ چه چیزی رو می نویسه داداشت؟ اینه. پس اینه. خب ببینید شخایبن یک فعلیه که هم داتیو و هم آکوزاتیو. بستگی به موقعیت جمله داره که چجور میتونید جمله ها رو شما بسازید، سرهم کنید. نگاه کنید مثلا توی این جمله الان بخوام اینو چیز کنم واسه تون توضیح بدم. ببینید ماین بغودا داداش من مینویسه برای من، میه شخایب میه برای من یک نامه. پس این داتیوه. خب اینو پاک کنم. خب اینه این اکوزاتیوه، این اکوزاتیوه، این داتیوه. اینجوریه جایگاه جملات، جایگاه لغات رو یاد بگیری توی جمله. بریم سراغ جمله بعدی. چی بگیم؟ بگیم چی داریم فعل دیگه؟ اکلرن. اکلرن یعنی توضیح دادن، شرح دادن. دی لیررین اکلرت دم. در در اصل در شولر. در شولر مثلا دی هاوس آفگابه. دی لغرین معلم زن، البته لغرین اگه لغا بود یعنی معلم مرد. دی لغرین اکلیت دی شولا یعنی دانش آموزان دی آفگابه تمرینات مشقا. دی لغرین اکلیت گفتم همیشه اگه نگاه کنید توی جمله همیشه داتیو اوله. بهتونم گفتم قبلا توی چند دقیقه قبل بهتون گفتم که داتیو همیشه اوله و ضمیرم همیشه ارجعیت داره. ببینید ضمیر همیشه ارجعیت داره بر اسم. توی جمله همیشه ضمیره، بعد فعل ضمیر. تمام. خب دی لغرین اکلیت ده. ده توی داتیو چی میشد؟ بیاییم بالا. ده ده توی داتی دم. دم شولا دی آفگابه. پس این اکوزاتیوه که اکوزاتیو تغییر نمی کنه آرتیکلش، ولی داتیو تغییر می کنه. تمام. بریم سراغ جمله بعدی. یه چیز سوالی بگیم. کانس
Do me then مثلا همین اکوزاتیو اکوزاتیو ارکلرن میتونی اکوزاتیو واسه هم شرط بدی؟ ببینید بهتون گفتم اگه جمله رو ما بخوایم میتونیم تغییرش بدیم، همیشه اینجوری نیست که اینا همیشه برن آخر. ببین کانس دو میه تو میتونی به من دن، در اصل آرتیکل اکوزاتیو ده هست، پس ده توی اکوزاتیو میشه دن. چی بگیم دیگه؟ چی داریم؟ فعل گیبن. خب با گیبن هم یه چند تا سوال چیز بسازیم جمله. ایش گیبه دیا مثلا دیا ایش گیبه دیا آرتیکل اشتیفت ده هست، ده توی اکوزاتیو میشه اینن اینن. میتونیم مثلا بگیم ایش گیبه دیا دن دن اشتیفت، میتونیم بگیم ایش گیبه دیا ماینن اشتیفت، میتونیم بگیم اینن اشتیفت، فرق نمی کن، جا به جا میتونی جا به جا کن، بستگی به چیزتون منظورتون داره. اگه بگیم ایش گیبه دیا اینن اشتیفت، نمیدونم چی، من یعنی طرف نمیدونه که چی میخوای بهش بدی. ولی اگه بگی ایش گیبه دیا دن اشتیفت، یعنی همین الان جلوت تو دستت داری میخوای بهش بدی. اگه بهش گفتی میخوای ایش گیبه دیا ماینن اشتیفت، یعنی مال خودمو دارم بهت قرض میدم، میدم بهت اشتیفت. پس این شد داتیو، اینم شد اکوزاتیو، تمام شد. چی دیگه؟ یه جمله دیگه با گیبن بسازیم. چیزی یادم نمیاد الان، ولی خب ایش گیبه ایش گیبه مای نم ایش گیبه مای نم فاتا مای نه شو کولاده، من به بابام میدم این شکلاتمو. ایش گیبه مای نم فاتا ماینه شکلاده ماینه شکلاده. خب شکلاده که میشه دی، آرتیکل شکلاده میشه دی، بعد ماینه دی تو توی چیز میشه دی میشه ماینه. اگه بگم آینه هم درسته، یعنی من میدم به بابام یه شکلاتی ولی نمیدونم چیه، اون نمیدونه چیه. اگه میدم ایشگه به دی شکلاده، یعنی الان دو دستمه، اینجا دارم بهش میدم. پس میتونیم مثل جملات قبل درستش کنیم، اینو میکنیم اکوزاتیوی، اینو میکنیم داتیوی. مای نم دم در اصل ده فاتا بعد میشه دم فاتا، دم فاتا بعد میشه میشه مای نم مای نم بعد میشه مای نم فاتا. خب اینم از این. میتونیم بگیم ایش گیبه ایم شکلاده، میتونیم بگیم ایش گیبه ایم شکلاده. این اینو هنوز بهتون نگفتم، توی درس بعد بهتون میگم کامل این زمایر رو بهتون میگم، مثل همین درس. ایش گیبه دی موتا اول میزنیم موتا اینه تاشه. من به مامانم میدم یک کیف. دی توی داتی باید بیان ببینیم چی میشه. خب دی توی داتی میشه ماینا
Ich gebe meiner Mutter eine Tasche. Die da erst mische der. Bad der mische meiner. Ich gebe meiner Mutter eine Schokolade. Eine Tasche. من یکم سرم درد میکنه ولی دیگه باید ببخشه دیگه مجبور شدم فیلم رو درست کنم چون نمیخوام زیاد تأخیر بیفته بین فیلم ها تاشه تاشه دی تاشه تاشه دی توی اکوزاتیو میشه آینه شما الان بیاید از اول اینا همه رو یکی یکی نگاه کنید ببینید چه تغییری کردن اینا ببینید همیشه اگه دقت کرده باشید داتیو اوله بهتون گفتم داتیو همیشه اوله یعنی شخصم است ببینید ماینه موتا ماینه فاتا اینه شتیفت می چیزی که آرتیکل داره یعنی شخصه این چیزیه ماینه برودا چه میدونم میه شاید میه به من دیگه شخصم دیگه اینه بریف اینم که هست اینم بکنیم داتیو شاید ماینه برودا شاید اینه بریف امیدوارم که کامل متوجه شده باشید دیگه از این ساده تر نمیدونم چجوری باید بهتون بگم یعنی دیگه رای وجود نداره در مورد افعال آکوزاتیو و داتیو و من یه سایتی بهتون معرفی میکنم آدرس این سایت رو میذارم زیر همین ویدیو میتونید بگردید و چیزها رو پیدا کنید لیستن در ویشتیکستن وربن آکوزاتیو و داتیو verb mit dativ ببین اینا داتیو همرا با یه مثال هم زده absagen ich sag ihm ab absagen میشه کنسل کردم خب میایم پایین verb mit dativ 2 verb mit dativ object und akkusativ object کامل توضیح داده یعنی میتونید زیرش رو بخونید و همه رو بفهمید خیلی فعلا افعال مهم من ها یعنی این رو اگه بتونید یاد بگیرید خیلی خوب خب خیلی ممنون از همراهیتون پس تا درس بعد و درس بعد که ضمایر هست میخوام اینا رو بهتون یاد بدم پس ما رو فراموش نکنید توی شبکه‌های اجتماعی توی سامانه یوتیوب توی تلگرام توی فیسبوک ما همه جا هستیم و داریم مدام واسه شما کار میکنیم پس شما هم سایت و کانال ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید تا اونایی هم که نیازمند یادگیری هستن بتونن استفاده لازم رو ببرن اگه مشکلی چیزی میبینید توی فیلم ها به من بگید که من اونا رو توی فیلم بعدی درست کنم و تا فیلم بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم